ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستن. سپاس از همراهیتون با برنامه ما جناب رحمانی. امروز روز دوم اعتصاب‌های سراسری رو گسترده در کشور شاهد بودیم. ارزیابیتون از اعتراضات و اعتصابات چیه و چه پیامی برای حکومت داره؟ ببینید، اون چیزی که می‌بینیم واقعیتی است که داره اتفاق می‌افته. یعنی اعتصابات اولا استمرار دارن، پایداری اعتصابات مهمه و همبستگی اعتصابات با بقیه بخش‌های مردم ایران و نکته ویژگی دیگه‌شون هدفمند بودن این اعتصاب. در حقیقت میدونن که چه کار دارن میکنن و با چه هدف این اعتصاب رو پیش میبرن. و نکته دیگه اینه که تسلیم فشارهای رژیم نمیشن، چه به زور بخوان مغازه رو باز بکنن چه سرکوبشون بکنن. میبینیم که ادامه داره. خب امروز دومین روز، علاوه بر روزهای قبل که در اعتصاب بودن، استراتژی روشنی دارن به این مفهوم که بالاخره کجا میخوان برن و در نهایت چه اتفاقی باید بیفته. و در حقیقت خونسانسازی دروغ‌های رژیم در ارتباط با اینکه یه عده میان و بازاریان رو مجبور می‌کنن مغازه‌هاشون رو ببندن، اینا رو هم در حقیقت نشون میده این استمرار اعتصاب. و در نهایت راندن رژیم به سوی درهم پاشیدن ساختارهای اونه. یعنی مجموعه این ویژگی‌ها رو بگیم و پیام‌هایی که دارن میدن اینه که حاکمیت نمیتونه با ترفندهایی که تاکنون با اعتصاب و اعتراض برخورد کرده ما را ساکت کنه و از اعتصاب باز داره. به ویژگی های اعتصابات در ایران به طور خلاصه اشاره کردیم. اساساً سازوکار اعتصاب به طور کلی چیه؟ برای در واقع اگه بخوام ساده تر مطلبم رو برسونم، به جهت راهبردی چه ویژگی هایی داره؟ اگر بخوایم برای نمونه با کشوری مثل بریتانیا مقایسه بکنیم. ببینید، در کشورهای اروپایی اتحادیه‌های قوی، بخصوص بریتانیا مرکز یا کشور اتحادیه‌هاست و این اتحادیه سالها جا افتادن، مبارزه کردن، تجربه دارن و میدونن دارن چی کار میکنن. بنابراین اصلا مقایسه نمیشه کرد. در کشوری که اولا هر نوع تشکل مستقلی ممنوعه است، دوم این که سرکوب میکنن، سوم الان 20,000 نفر زندانی داریم به خاطر همین اعتراضات دیگه. یعنی هیچ نوع اعتراض و اعتصاب و انتقادی بر نمیتابه رژیم و سرکوب میکنن. خب این از یه نظر. و از لحاظ دیگه، نداشتن حزب و رهبری کاریزماتیک معمولا در کشورهای اروپایی و نه تنها اروپایی، حتی در ترکیه کشورهای همسایه میبینیم حداقل تعدادی از احزاب آزادن، اما در ایران هیچ گونه آزادی برای احزاب وجود نداره. سرکوب و شرایط به شدت امنیتی از یک طرف و عدم اعتماد به حاکمیت از طرف مردم، شرایطی رو به وجود آورده که مثل شرایط جنگی هست. یعنی رژیم حمله میکنه، سرکوب میکنه با تمام نیروی امنیتیش و از طرف دیگه مردم با سنگ و دست باید در مقابلش باشن. در حقیقت یه جنگ نابرابریه که حاکمیت به مردم تحمیل کرده. و از طرف دیگه ببین، خسارت هایی در این اعتصابات به مردم وارد میشه، تحمل میکنن و صبر میکنن. مثل مغازه‌دار حتی در مواقعی شاید نتونه اجاره مغازه‌شون رو بدن و کارگرها ممکن حقوقشون پرداخت نشه. و از طرف دیگه این همین شرایط که به شدت سخت مالی باعث میشه که اینا در از حاکمیت دست بالا رو داشته باشه، بیاد فشار بیاره، تعدادی از اینا رو مجبور بکنه که مغازه‌شون رو باز نگه دارن. اما این موقته من به نظرم، یعنی تا حدودی بقیه بخش‌ها که به اعتصاب نپیوستن صبر میکنن، اما در نهایت آنها هم به این اعتصاب‌ها خواهند پیوست. ممنون از شما ستار رحمانی، فعال کارگری که از لندن همراه ما بودید.